سلام دوستان، خیلی خوشحال هستم که با یک فال دیگه در خدمتتون هستم. فال امروز ما مربوط به مسائل احساسی، زندگی احساسی دوستان آذرمایی هستش. خب دوستان آذرمایی دوستانی هستن که متولد بین 23 نوامبر تا 20 دسامبر هستن. خب دوستان، در فال کلیتون دیدیم که انرژی احساسی که با شما همراهی میکنه انرژی 4 چوب بود. دوستان یه چیزی یادم رفت، ببخشید. خوش آمد میگم به افرادی که تازه عضو کانال شدن. دوستان خیلی خوش آمدین و همچنین سپاس فراوان از اعضای کانال که کامنت میذارن، لایک میذارن. دوستان خیلی ممنون، من واقعا قدرشناس شما هستم و از شما تشکر میکنم برای همراهیتون و دلگرمی دادن به من. خب و اگر از این کانال خوشتون میاد لطف کنین این کانال رو با دوستان دیگه‌تون یا آشنایاتون معرفی کنین تا اون هم عضو این کانال بشن و مجموعه ما گسترده و گسترده‌تر به لطف شما بشه. این کانال کانال خودتون هست. خیلی خوش اومدین. اگر تا حالا عضو این کانال نشدین لطف کنین اون زنگوله پایینو فشار بدین تا عضو این کانال بشین و همچنین از فال‌هایی که در میاد مطلع بشین. خب بریم سر فالمون. گفتیم انرژی که احساسی که با ما همراهی میکرد انرژی 4 چوب بود که یعنی که من شادی و پایکوبی میکنم. شادی و پایکوبی برای یک چهار چوبی، چهار چوب هستش برای ما، برای یک مسئله ای که در زمان طول میکشه. نمیگم جاودانه، برای که ماها خودمون انسان هستیم و جاودانه نیستیم، ولی مسئله که جاودانه هستش طول میکشه و با کس افرادی هستم که امنیت دارم و به همون فرکانسی که اونها میرخصن روی همون فرکانس من هم باهاشون میرخصم، هم دل و هم صدا هستم. بیشتر برای افرادی هستش که مثلا میخوان ازدواج بکنن یا اینکه تشکیل زندگی بدن یا اینکه توی زندگی که دارن زندگیشون واقعا خوب و محکم و مستحکم هستش و نمیخوان ازش در. خب حالا بریم ببینیم که چه انرژی، چه چیزی، چه ندایی داره میده به ما زندگی دوستان آذرمایی. خب اولا کارت عدالت براتون افتاده، عدالت و اینکه سرباز جام براتون افتاده. شما میخواین یک به قولن عدالتی در حق خودتون رعایت کنید. شما میخواین زندگیتون رو متعادل کنید و این متعادل شدن از طرف ببینید دقیقا کارت احساسی هستش. برای این ممکنه که شما یک ملاقات جدید با شخص جدیدی وارد زندگیتون بشه یا اینکه دارین الان در حال مکالمه هست یا مسئله خیلی نوپایی هست. این مسئله باعث شده یه مقدار زندگی شما اعتدال پیدا کنه یا اینکه برای اینکه اعتدال به زندگی احساسی شما بدین شما احتیاج به این مهر و محبت دارین. همه ما انسان هستیم، هممون احتیاج داریم. ممکنه که ما در زوجی باشیم ولی زوج به قولن محکم و مستحکم و پابرجایی هست، ولی شاید اونقدر من ابراز احساسات نداشته باشم یا اینکه برعکسش هم ممکنه که من زندگی معتدل هستش و اون محبت رو دارم، مکالمه خیلی خوب و قشنگی هم ممکن داشته باشم. من همه صورت‌ها رو می‌بینم چون که هر کسی که به من بگه که کارت‌های تارو فقط یک معنا رو دارن امکان نداره. بنابر اون شرایطی که هستش کارت‌ها ممکنه معناهای متفاوتی داشته باشن ولی یک کارت هزار تا معنا ممکنه که داشته باشه. خب ببین چه خبر هست در زندگی شما. دوستان مثلا ببین گم و گیجیم. نمی‌دونم چه کار کنم. من 7 جام جرم هستش، باید یک دونه جام انتخاب کنم و باید مواظب این باشم که توی این عقرب نباشه، مار نباشه، یه چیزی نباشه که بخواد منو بکشه. خب پس شما یه مقدار گم و گیج هستین و مشکل تصمیم گیری دارین، نمیدونی چی واقعیت هستش چیزی خواب و رویا هستش. حالا ممکنه دوستانی هم هستن که در خواب و رویا به سر میبرن در مورد زندگی احساسشون و از زندگی احساسشون میخوان یک زندگی
واقعا اون چیزی که خواب و رویام هستش بسازم. پس یک مقدار به هر حال گم و گیج هستم، چه این باشه چه اون باشه، اون باشه در سراب هستم، واقعیت نداره، به خاطر که شخص ایدئال میره میگه وجود نداره. اگرم که توقع زیادی از زندگی احساسیش داشتم، یا اگرم که به هر حال مشکل انتخاب دارم، ممکنه که گزینه‌های مختلفی سر راهم باشه، به هر حال من یه مقدار گم و گیج هستم توی زندگی احساسی. خب حالا ببینیم که کارت‌های بعدی که با من همراهی می‌کنن چه کارتی هستش. کاری که با ما همراهی میکنه، ببینید من فکر میکنم توی زندگی احساسیم دوستای آذرماهی، شما میترسین از این که به بوم بس برسین، مشکل تصمیم گرفتن دارید، فکر میکنین چیزهایی هستن که برای شما واضح نیستن، ممکنه بین دو تا شرایط آدم قشنگ به قولن پاره شده باشه، یعنی مغزم دیگه جوش اومده بس که فکر کردم، نمیدونم چی درسته چی غلطه، همه چیز مهیاس، منظره زیبایی پشت سر من هست، ماه داره میدرخشه، آب و دریا و اقیانوس پشت سرمه، ولی من چیزی رو نمیخوام ببینم. در حال حاضر دارم چشم پوشی میکنم از زندگی احساسی. نمیخوام ببینم. یا اینکه زندگی احساسی من آنچنان توش مسائل مبهمی وجود داره که نمیدونم چه تصمیم بگیرم. ولی از اونجا که کارت این سردرگمی افتاده، اینقدر سردرگم هستم که نمیدونم چه تصمیم میگرفتم. شدم مسئولیت وجود نداره، ولی من خودم رو دارم مسدود میکنم. ببین کارتای بعدی بهمون چی میگم. برای چی شما اینجا هستید؟ مثلا به چه دلیل؟ تو من ممکنه یه مقدار اینو تکون بدم این دوربینو به خاطر که همه کارتا توی چیز بیافتن. ببین شما چه شخصیتین که خیلی کار کردین. حالا روی این ببینید، این بیشتر کارت مادی هستش. حالا یا شما شخصی بودین که به زندگی مادیتون بیشتر از زندگی احساستون توجه کردین و اینکه میخواستین به اون استقلال مادی، به اون چیزی که باید میرسیدین برسین، سرمایه گذاری کردین. این شخصی هستش که کار میکنه، لباسش پاره شده، مثلا کاری به کاری کسی نداره، این دو تا سکه دستش هستش، میخواد دو تا سکهش بهترین سکه ها باشه. خب مثلا یکی که داره این کار به شما ندا میده، میگه که شما ممکنه که شما تصمیم گرفتین در آینده خیلی دور که این ریسک رو بکنین و برین و بفهمین که کجای زندگی احساستون هستین و روی این مسئله خیلی کار کنین. من چی میخوام چی نمیخوام. ببینین کارت گمگی چی میخوام مثلا برای من مشخص بشه. من چی میخوام از زندگی احساسی؟ آیا تنها هستم کسی میخوام تو زندگی باشه؟ آیا بی پول هستم؟ آیا میخوام واقعا کسی تو زندگیم باشه یا اینکه تنها هستم دارم کار میکنم؟ کافی هستش. حالا بریم ببینیم که زندگی احساس در زندگی گذشته همچن چندان نشوه. شما زندگیتون به هر حال مسئولیت داره، توی زندگی احساسی شما همچین تکونی نخورده. ببینید این کار داره میگه که شما من خیلی کار کردم، خیلی چیز داشتم که بخوام جابجا کنم. به هر حال ممکنه که مشکلاتی داشته باشم، مسائل حاشیه‌ای بودن که در کنار زندگی احساسی بودم و زندگی احساسی من ازش چشم پوشی کردم. این کار ممکنه همچنین چشم پوشی هم میتونیم بهش بگیم. ولی سردرگمم. چیزی ندارم. زندگی احساسی من هیچی نداره. اینجا خواب میدم، رویا میدم، اینجا هم خواب و رویا میبینم. شاید فقط من در خواب و رویا هستم. پس زندگی احساسی من آنچنان تکون نمیخوره. حتی اگر من با کسی باشم آنچنان خوشحالم نمیکنه، به خاطر اینکه هنوز من در رویا دارم به سر میبرم. در رویا یک خانم دیگه، یک آقای دیگه، یک زندگی دیگه، اون چیزی که دارم خوشنودم نمیکنه. خب حالا بریم ببینیم که برای چی. ببینیم برای چی. برای که شما ببینیم شخصی هستین که به منطقتون بیشتر از احساستون اهمیت میده. الان شرایط من به این صورت هستش. خب ممکنه یک سری از شما هم باشین که درگیر یک سری از مسائل اداری و کاری هستین، مسائلی هستین که باعث شده که شما زندگی احساسیتون اونقدر براتون اهمیت نداشته باشه. من چیز مهمتر از زندگی احساسیم هستش، نونم هستش، آبم هستش، نمیدونم کارهای اداریم هستش که حیاتی هستن در حال حاضر. خب من نگاهی 360 درجه روی همه دارم، من یک تجربه‌ای دارم و یک انتقاد زیادی از دیگران دارم، میدونم چی میخوام و اینکه نمیذارم خیلی کسی به من نزدیک بشه. اگه کسی نزدیک بشه به من، پروبال این شخص خواهد سوخت. من هستم که تصمیم میگیرم. یا اینکه افرادی هستن که منتظر یک تصمیم واقعا اداری یا دادگاهی هستن که بتونن به زندگی احساسشون پروبال بدن. اینجا هم داریم میبینیم که این اشخاص این مسئله اینقدر برای شما مهم هستش که دارن کار میکنن. خب
این کارت اصلا در کادر نیستم، ببخشید منم. من اینا رو یه خود جا به جا کنم، یک جایی برشون بذارم که همه دیده بشن توش حداقل. ببخشید. خب بریم ببینیم که در زندگی آینده من چه پیش خواهد آمد. در آینده ما چه پیش خواهد آمد. در آینده ما ببینیم، ما داریم هنوز حق و حقوقمون دفاع میکنیم. من دارم از خودم دفاع میکنم، از حقوقم دفاع میکنم، از قلمروم دفاع میکنم، استقامت میکنم. حالا یا دارم میجنگم برای زندگی احساسی که اون زندگی احساسی مطلوب، اون چهارچوبی که دوست دارم به دست بیارم، یا اینکه دارم میجنگم برای که اون شرایط مادی که باید و شاید مهیا بشه. پس فعلا در حال استقامت هستم، ولی جنگی هستش که جنگ قشنگی هستش. من برای شرافتم می جنگم، من برای حق و حقوقم می جنگم، من برای چیزی می جنگم. و در حال حاضر چون از اون جایی که بهتون میگم این مسئله آنچنان یعنی اینکه زشتی نیست، به خاطر اینکه من نمیبینم قلب شکسته، نه، من یک چیز دیگه برام مهمتر هستش، حیاتی تر هستش تا الان، تا زندگی احساسی. حالا ببینیم زندگی چیز دیگه، کارت دیگه بمشه. ببینید شما الان در مقام شاه عشق هستین. ببینید با این که اینقدر دارین کار میکنین و گمگیج هستین و منطقتون داره کار میکنه، شما شاه عشق هستین. شما کسی هستین که ببینید به یک درجه بالای شناخت از خودتون رسیدین و به هر قلب حرفتون رو دلتون گوش میده. حالا مشکلی که شاه عشق داره خیلی سیاست نداره، این بلوغ عاطفی رو داره، ولی خب سیاست ندارم، من تجربه دارم، من میدونم. خب حالا مسئله عشقی هستش، حالا چجوری باش بر برم که بگنن نسیخ بسوز نکباب. شخصی هستش که با تجربه، شخصی هستش که به ندای درونیش خودش گوش میده، پس خیلی قشنگ. این ممکنه که حالت معنوی شما هم باشه، ولی این چیزایی که من اینجا دیدم، شما این شاه عشق رو که میبینم خیلی خوشحال هستم. شما دو قطب مؤنث و مذکر در شما شاید متعادل شده. الان ممکنه افرادی باشن که درگیری های زندگی مادی دارن که نمیتونن به قلبشون هم برسن. یک انتخاب باید بکنیم و انتخاب همیشه چشم پوشی از چیز دیگری هستش. من نمیتونم با یک دست هزار تا هندونه بلند کنم، یه دونش هم بلند کنم هنر کردم. خب اطراف اشخاصی که دور بر شما هستن، حالا ببینین شما انگار یک نوجوان هستین، یعنی محیطی که شما درونش هستین ممکنه که محیطی باشه نوپا برای شما، ممکنه که شما تازه دارین یاد میگیرین، یا اینکه شخصی که شما باهاش میخواین باشین یا هستین شخصی هستش که در مورد شما داره تحقیق میکنه، یا اینکه اون شخص کسی هستش که آره دیگه فعلا یک مسئله سطحی هستش، فعلا یک مسئله پیغام و پسخام دادن هستش، بیشتر از اون نیستش. ولی اگر شما و محیطتون رو در نظر بگیرم، بگم شخصی دیگه تون زندگی نباشه، مثل یک دانش آموزی که دارین توی محیطی که هستین دارین چیز یاد میگیرین، از شرایطی که دارین یاد میگیرین. الان من شاه عشق هستم و در مورد مسائل، ولی در مورد مسائل احساسیم من یک سربازم نیستم، یک بچه هستم. خب ببینیم در مورد مسائل که شما شاید بترسید، حد حالتون بده، حالتون خیلی بده، میترسین که بمیرین، میترسین که من اینقدر حال من بده، من با یک شمشیر میمیرم، من با یک چاقو میمیرم، حالا 10 تا شمشیر وارد بدن من شده، من مردم و روح من جای دیگه داره به دنیا میاد، من از این دنیا به یک دنیای دیگه رفتم. خب شما فهم میکنین که از زندگی احساسیتون از این میترسین که بار شما، الان من دیدم که مسائل مادی برای شما مهمتر هستن، چیزهایی رو باید توی زندگیتون درست کنین و فهم میکنین که اگر که زندگی احساسی داشته باشین باری به بارهاتون چی میشه؟ اضافه میشه. پس من فعلا شاید زندگی احساسیمو در استاندار بزنم. پس این کارتی که چهارچوب زندگی اومده، شما به طور کلی کسی هستی که بنیاد خوبی دارین، بنیاد مستحکمی دارین، از جایی میایین که شادی بوده، خوبی بوده و اینکه به طرف این دوست دارین برین. پس این چیزی هستش که شما به طرفش دوست دارین برین، دوست دارین چهارچوب زندگیتون رو محکم کنین. از این حالت من میخوام در بیام. من میترسم که زندگی احساسی اگر وارد زندگی مادی من بشه و این چیزایی که من دارم باید اداره کنم، ممکنه که شمشیر آخر رو به خودم بزنم.
ولی خب این ندایی که داره به ما میده میگه که شما دارین به آخر یک مرحله میرسین، به یک آخر یک مرحله مشکلی داره میرسین و وارد یک مرحله جدید میشین. و نتیجه این چه که بالاخره شما به اون قراردادی که باید، احساسی که باید میرسین. شما یک زوج عالی و الهی خواهید داشت، چیزی که واقعا خواب و خیال شما خواهد بود هست. این چیزی که اینجا من میخوام کسی با من با همون آواز، با همون فرکانس، با همون موزیک برقصه. برای من این زوجهایی هستن که روح دوقلو دارن، که با هم متحد و همصدا هستن، رابطه متعادل. این نتیجه شما هست. حتی دلم نمیخواد یه کارت بکشم، اینقدر این کارت زیباست، ولی خب برای دوستان آذر ماهی من یه کارت میکشم. ببینید بازم کارتی که برای شما اینجا افتاد، ببینید شما این زوج رو دوست دارین ولی در حال حاضر به خودتون همچون اجازه نمیدین. چرا به خودتون همچون اجازه نمیدین؟ به خاطر که الان مسائل دیگه ای هست که من باید حل کنم. مسائل احساسی من بعد حل میکنم. باید یه نگاه 360 درجه ای رو روی مسائل داشته باشم. تو مو رو میبینی و من پیچشم. الان گنجایش و ظرفیت این رو ندارم ولی به این خواهم رسید. اتفاقا این من خیلی دوستش دارم، چون که شخصی هستش که همه چیز رو قشنگ میدونم. دوستان ببخشید این کارت خیلی براق هست. من از این کارت ها استفاده میکنم چون انرژی من رو خیلی خوب بیان میکنن. منتظر کارت های دیگه هستم. امیدوارم که اون کارت ها هم انرژی من رو به این خوب بیان کنم. من عاشق این کارت هستم و برای شما برای سرینگ احساسیتون استفاده میکنم. پشت این چی افتاده برامون؟ ببینید من به جنگ درونی خودم رفتم و من خیلی پیروز بالا اومدم، موفق. از من لطفاً به مثل یک قهرمان استقبال کنید. منظورش این هستش که من رو ببینید، من میدونم الان تو زندگیم چی میخوام، چه جایگاهی دارم و چه زندگیم. یعنی اگر شما جوونم باشین، یک بلوغ احساسی آدم 80 ساله رو داری. آفرین بر شما. خب حالا یک کارت دیگه براتون بکشم ببینم این کارت بهتون چی میگه. دوستان آذرمایی کارت بهتون بهشون بگه. این آذرمایی ببین براتون تعهد افتاده. اولا تعهد افتاده و چیزی دیگه داره میگه، میگه دقیقا داره تایید میکنه راهی که شما پیش گرفتین، که الان مسئله هست و زندگیتون رو باید حل کنیم. خب برای رسیدن ببین به این زوجی که الان اینجا یک بار افتاده، اینجا یک بار افتاده. خب پس شما به این تعهد راهی که داریم، این راه خیلی خوبی هستش و راه مبارکی هستش. شما به اوج خواهید رسید. خب دوستان حالا بریم ببینیم خانم ایزابل سرف در مورد دوستان آذر ماهی بهمون چی میگه. خانم ایزابل سرف در مورد دوستان آذر ماهی بهمون چی میگه. ببین از ماسک صحبت کنیم. ماسک یعنی چی؟ یعنی که من یک نقابی میزنم بر صورتم که اون احساسی که در درونم هست دیده نشه. پس شما ممکنه شما یا طرف احساسیتون، شما خودتون رو خوب میشناسید، پس خودتون رو طرف احساسیتون رو لطفاً از هم مشخص کنید. یا اینکه اگر خودتون مجرد هستین، مقداری از این مربوط به شما میشه، مقداری به افرادی که در رابطه ای هستن. خب شما الان دوست دارین که چهره از خودتون نشون بدید. ببین این خانم دو بار که افتاد توی چهره از خودم نشون میدم که در واقع با احساسات من یکی نیست. من مجبورم برای که یک به قول معروف صورت خودم رو با سیلی رو قرمز کنم، یا اینکه من حقیقت رو نمیگم. من دوست دارم از خودم محافظت کنم. دلیل نداره همه چیز رو بگم به دیگران. و
بعدش بهتون میگه که شما به فکر خانوادتون هستین، به فکر فامیلتون هستین. ممکنه که توی مسائل احساسی شما خانواده نقش خیلی بزرگی رو داشته باشه. بعدی بهتون میگه که ممکنه که به این زودی با شخصی از طریق شبکات اجتماعی آشنا بشین. خب این کارت خانم ایزابل صرف قشنگ هستن، ولی یه چیزاشون خیلی آبکیه. من خیلی دوستش دارم چون انرژی خیلی بالایی داره. از این کارت ها استفاده میکنم چون آفریننده این کارت ها افراد خیلی خیلی قدرتمندی هستن. خانم و یا آقای هستش که به طرف شما میاد که ممکنه رنگ موی روشنی داشته باشه و اینکه شخص احساسی شما تلنگری بهش خورده. شاید شخص احساسی شما هستش که این وزن خانوادگی که در روش از فامیلی هستش، فامیلی خانوادش برش خیلی مهم هستن و حرف اول رو میزنن، ممکنه اون تازه به شلنگور خورده که خانوادش دخالت های بیجا میکنن یا اینکه خانوادش مانع از اون مسئله میشن. این مسئله ممکنه شما خودتونم باشه و بهتون میگه که این شخص به قولن جفت روحی شما نیست. پس اگر جفت روحی شما نیست، روح دوقلو هستش. این چیزی که من اینجا دیدم، روح دوقلو خیلی قوی تر از جفت روحی هستش. خب ببینیم که آقایون آذرماهی چی میگن. آقایون آذرماهی چی میگن. خب آقایون آذرماهی، اولا که مردی هستش که میگه من آمادم، من میام به طرف تو، من میخوام به تو متعهد بشم، دوستت دارم. بسیار زیبا، همه خانم‌ها دوست دارن بشنون همچه چیز رو. آقایی هستش که میگه که وقتی که من به تو فکر میکنم انگار به من وحی میشه. من یک عالم ایده جدید، پروژه جدید در سر دارم. پس چقدر زیبا. حالا ببینیم که آقای بعدی بهمون چی میگه که من نمیخوام برای تو پیغامی بنویسم، حتی اگر به تو فکر میکنم. من جلوی خودم رو میگیرم. نگاه کنیم. این نمیدونم. خودم نمیدونم نشون تو بودم یا نه. خب. آقای رومانتیک میگه که من دوست دارم تو رو دعوت کنم جایی. من دوست دارم به تو یک کادو، یک سپرایز انجام بدم. پس آقایی هستش که آماده هست. آماده یک زندگی احساسی هست. دیدیم که اینجا این آقا یا خانم که شما باشین، حالا این همون شاه قلب بود، ولی با همین احوال به خاطر مشکلاتی که ما دیدیم با هم دیگه سعی میکنه در حال حاضر چیکار کنه، به مسئله احساسیش فکر نکنه. و اینجا آقایی که بهش وحی شده و الهام شده، دقیقاً شخصی که کار میکنه، ولی امید این داره که یک روز زندگی احساسیش درست بشه. و همچنین گفتم بازم این شخصی هستش که از رومانتیک که من دوست دارم تو رو دعوت کنم، ببینید این شخصی هستش که به این زوجی که خواهد داشت بسیار فکر میکنه. خب حالا بریم ببینیم که خانم هاشی میگم در مورد آقایون بود. من اعتماد دارم، ایمان دارم. من این ایمان رو دارم و ایمان که آینده من خوب خواهد بود. من میدونم که من خوششانس هستم و محافظت شده. خانم بعدی چی میگه؟ میخواد نکاتاتشونتون بدم. خانم با ایمان بودی. من میخوام که همه چیز عالی باشه. من میخوام که هیچ چیزی برخلاف
راه و رسم من نباشه. خب این کارت دیگه چی هستم؟ من آماده هستم. دقیقا ببینید دوتا کارت، یکی برای آقای آماده بود، خانمم آماده است. من واقعا فکر میکنم با تو در یک خط و یک راه و سو هستم. من میدونم که تو به این زودی به طرف من خواهی آمد. و خانمی که میگه که او خانم قربانی، میدونم که من خودم رو دارم قربانی میکنم. من خودم هستم که انتخاب میکنم و همچنین خواهد بود. خب پس خانمی هستش که با اینکه خیلی به اون اعتقاد داره که و به آیندهش اعتقاد داره و فکر میکنه که محافظت شده، با همه این عواب نمیخواد کوتاه بیاد روی یک سری از مسائل. خانمی هستش که در حال حاضر آماده یک رابطه احساسی هستش و میدونه که خودشو داره برای مسائلی قربانی میکنه. خب دوستان، کارت‌ها رو همه کشیدیم جز بله، من یک کارت باید میکشیدم قبل از اینا برای شما. با این یکی کشیدمش دقیقا یادم نمیده کارت‌ها، بله برشون براتون کشیدم، برای این کارت پاپ بود که افتاده بود براتون کشیدم. خب دوستان، خب امیدوارم که از این کار فال خوشتون اومده باشه. روز روزگار خوش و تا فال دیگه و خدا نگهدار.